مزرعه حیوانات قسمت سوم به هر جان کندنی بود تونستن یونجا رو انبار کنن اما به زحمتش میارزید نتیجه بیشتر از اون چیزی بود که انتظارش رو داشتند موفقیت آمیز و رضایت من. چون ابزار و وسایل کار برای دست آدما ساخته شده بود نه برای ها اونم ابزاری که لازمه اش رو دوتا پایستادن بود و این برای حیوان چهارپا مشکل بود با این حال خوکای با استعداد طبق معمول برای رفع هر مشکلی چاره ای داشتند. اسبا که با مزرعه وجب به وجب آشنایی داشتند در حقیقت کار چمنزنی و شنکشی رو به مراتب بهتر از آقای جونز و خدمتکارانش بلد بودند. خوکا خودشون کار نمی کردن، فقط بر کار سایرین نظارت داشتند. طبیعی بود که بلت برتری علمی رهبر و پیشوا باشن باکسر و کراور خودشون رو به آلات چمزنی و شنکشی بستند و دور تا دور مزرعه رو با هدمهای های سنگین و استبار برمیداشتند در حالی که خوکی دنبال آنها میرفت و بر حسب به بهشون میگفت رفیق هین رفیق چش همه حیوانا حتی ضعیفترین اونا در کار برگردوندن یونجی و جمعآوری اون سهیم بودن. حتی اردک ها و مرغ هم تمام روز زیر آفتاب زحمت میکشیدن و خورده های یونجه رو با منگار جمع آوری میکردن. دلاخره کار برداشت یونجه دو روز زودتر از مدتی که آقای جونز و آدماش صرف میکردن به پایان رسید. به علاوه بیشترین محصولی بود که مزرعه تا آن زمان به خودش دیده بود. هیچ چیز هدر نرفته بود. مرخا اردک ها با چشمای تیزبینشون آخرین ساهای کوچک رو هم جمع کرده بودند. در سراسر سر مزرعه هیچ حیوانی نبود که به اندازه پر کاهی از محصول دزدیده باشه. در سراسر و سر تابسون، کار مزرعه چون ساعت منظم پیش می رفت. حیوانات چنان خوشحال بودند که هرگز تصورش را هم نکرده بودند. هر تکه ای از آزوغه به اونا لذت و خاصی میداد چون اکنون همه اینا مال اونا بود و به دست خودشون برای خودشون تهیه کرده بودند. نه آزوغه ای که به دست اربابی خسیس جیره بندی شده باشه با رفتن انسانهای تفیل و بیارزش غذای بیشتری داشتند و با اینکه در این کار مجرب نبودند فراحت بیشتری هم داشتن. البته با اشکالات فراوانی هم مواجه بوده مثلا در آخر سال پس از جمع وری خله نابوزیر بودن خوشه ها رو به سبک قدیم لگت کنند و کاه رو با فوت کردن جدا کنند چون مزرعه ماشین خرمنکوبی نداشت اما با همه اینا خوکا با درایت و باکسر با زور بازو همیشه کارو پیش می بردن. باکسر مورد اعجاب و تحسین همه بود. حتی زمان آقای جونز هم پرکار بود. ولی حالا بیشتر از همیشه به اندازه سه اسب کار میکرد. کرد. روسای پیش می اومد که فشار همه کارهای مزرعه روی شونه پرتوان اون میافتاد. از صبح تا شب هر جا کار دشواری بود همیشه اون بود که میروند و میکشید. با جوجه خروس قرار گذاشته بود که اونو صبحان نیم ساعت قبل از بقیه بیدار کنه و داب طلبانه پیش از اون که کار روزانه رو شروع کنه هر جا که کار اضافه بر سازمانی بود اونو انجام میداد. هر رخ مشکل یا مسئله خاصی مطرح می شود جوابش این بود من بیشتر کار خواهم کرد و این جواب را شعار خود کرده بود هر کس به تناسب ظرفیت خودش کار میکرد. کرد مثلا مرخا و اردک در موقع برداشت خرمن در حدود پنجاه گلو غله پخش و پلا شده رو جمع وری کرده بودن. نه کسی دزدی میکرد، نه کسی از سهم جیرش شکایتی داشت، از نزاع و بازگرفتن و حسادت که از عادات زندگی ایام گذشته بود تقریبا اثری نبود. هیچ یک یا تقریبا هیچ یک شانه از زیر بار کار خالی نمیکرد. البته مالی صبحها در برخواستن از خواب یکم تنبل بود. کار رو قبل از وقت و به بهانه اینکه ریگ در سم داره می میکرد و رفتار گربه هم یکم قریب بود از همون بد و ابر همه متوجه شدن که موقع کاه ریبش میزنه ساعت ها ناپدید میشه و فقط وقت خوردن و آشامیدن یا بعد از کار مثل اینکه اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده دوباره سر و کرلش پیدا میشه اما همیشه چنان بحانه عجیب و غریبی داشت و چنان با مهر و محبت فرفر میکرد که امکان نداشت در حسن نیت شک ایجاد بشه. بنجامین اولاغ پیر بعد از انقلاب کوچکترین تغییری نکرده بود. کارش رو با همون سرسختی و کندی دوران آقای جونز انجام میداد. نه از زیر بار کار شانه حالی میکرد نه کاری داوطلبانه انجام میداد. هیچگاه درباره انقلاب و نتایج اون اظهار نظر نمیکرد. وقتی ازش میپرسیدن مگه الان خوشحالتر از زمان آقای جونز نیستی؟ تنها جوابی که میداد این بود خرها آن به دراز دارن هیچ کدوم از شماها تا حالا خر مرده ندیدید و دیگران ناچار خودشون رو به همین جواب معما هم هم گونه کار کردن. یک شنبه ها کار نبود صبحانه ساعتی دیرتر از معمول صرف میشد و پس از سرو اون تشریفاتی بدون وقفه هر هفته اجرا میشد آغاز مراسم افراشتن پرچم بود اسنوبال در یراخانه بر رومیزی کهنه سبزی که متعلق به خانم جونز بود نقش سوم و شاخی رو با رنگ سفید نقاشی کرده بود و این پرچم روزهای یک شنبه در حیات افراشته میشد اسنوبال می گفت رنگ پرچم سبزه برای اینکه نشانه مزارع سرسبز انگلستان باشه و سوم و شاخ هم علامت جمهوری آینده حیواناست که پس از غل و غم انسانها پا خواهد شد پس از برافراشتن پرچم همه حیوانات تو برای جلسه عمومی که با آن میتینگ میگفتند جمع میشدند. تو اون بجمع کار هفته آینده ارائه میشد و تصمیمات پیشنهادی مورد بحث قرار میگرفت. همیشه این خوک ها بودن که تصمیم میگرفتند و بوه حیوانات هرگز نمیتونستن تصمیم بگیرند ولی رأی دادن و یاد گرفته بودند. اسنوبال و ناپلئون در مباحثه از همه فعالتر بودند. اما اون دو هیچگاه با هم توافق نداشتند. پیشنهاد از طرف هر کدوم بود بازه و روشن بود که دیگری مخالفت خواهد کرد. حتی در موضوعاتی که در اساس اون جای هیچ مخالفتی نبود مثل تخصیص دادن به تیر زمین کوچیک که پشت باغ نیوه برای سکونت حیوانات باز نشسته. میتینگ همیشه با خوندن سرود حیوانات انگلیس به پایان میرسید. بعد از ورها هم به اوقات فراغت حیوانات اختصاص یافته بود. خوکا یرا خونه رو مرکز فرماندهی کرده بودند. در اونجا از روی کتاب هایی که از خونه آورده بودن آهنگری، نجاری و سایر صنایع ضروری رو یاد می گرفتن. اسنوبال سرگرم دایر کردن تشکیلاتی بود که اونو کمیته های حیوانی می نامید. تو این امر پشتکار خستگی ناپذیری داشت. برای مرخا کمیته تولید تخم مرغ برای گافا اتحادیه دومتمیزان، برای گوسفندان جنبش پشم سفیدتر و کمیته تجدید نظر در تعلیقات رفقای غیر اهلی و کمیته های دیگر تشکیل داده بود. به علاوه کلاس های مقدماتی به منظور آموزش را خوندن و نوشتن تأسیس کرده بود. به طور کلی این طرها با شکست مواجه شد. به طور مثال کمیته تجدید نظر در آموزش رفقا بلافاصله منحرف شد. چون حیوانات از راه و رسم اولیه خودشون دور نمیکردند. وقتی با اونا مندانه رفتار میشد از وضع سوء استفاده میکردند گرب عضو این کمیته شد و چند روز خیلی فعال بود یه روز رفقا دیدند که بر بام نشسته و با گنجشکای دور از چنگالش حرف میزنه میگفت حالا دیگه همه حیوانات با هم دوستن به هر گنجشکی که بخواد میتونه پرواز کنه بر روی پنجه من بشینه اما گنجشکا فاصلهشون با اون حفظ میکردند کلاس های خوندن رو نوشتن با موفقیت زیادی همراه بود. در پاییز تقریبا همه حیبون های مزرعه تا حدی با سواد شده بودن. خوک ها خوندن و نوشتن رو به کمال یاد گرفته بودن. اکا نسبتا خوب بخوندن ولی به جز هفت فرمان علاقه به خوندن هیچ چیز نداشتند. موریل بز سفید از ها بهتر میخوند. گاه تکه پاره های روزنامه رو که در زباله پیدا میکرد در سایرین میخوند. اما از اون استفاده نمیکرد. می گفت تا اونجا که خبر داره چیزی نیست که به خوندنش بیرزه. کلاور تمام حروف الف رو میدونست ولی از ساختن کلمه عاجز بود. باکستر از حرف دی جلوتر نرفت. با بزرگش روی خاک A, B, C, D رو رسم می کرد و بعد با بوش خوابیده به حروف خیره می شد. گاهی کاکلش رو تکون میداد و با تمام نیرو سعی میکرد حرف بعدی رو به خاطر بیاره. کم بار ای اف جی اچ رو هم یاد گرفت ولی هر بار رو سعی کرد اونا رو به یاد بیاره متوجه میشد که ای بی سی دی رو فراموش کرده. دل آخر مصمم شد که به همون چهار حرف اول قناعت کنه. و مرتب هر روز یکی دو بار اونا رو مینوشت تا ذهنش همیشه آماده باشه. مالی جز چهار حرف اسم خودش در فرا گرفتن سایر حروف سرباز میزد. این حروف رو با ساقه های نازو که درخ می ساخت و با یکی دو بر تزین می و بعد بعد دورش می گشت. سایر حیوان های مزرعه از حرف ای جلوتر نرفتن. همچنین کاشف به عمل اومد که حیوان های احمق مثل گوسفندان، مرخا و اردک قادر به حفظ کردن هفت فرمان هم نیستند. اسنوبال پس از مدتی فکر اعلام کرد که هفت فرمان میتونه به چهار پا خوب دو پا بد خلاصه بشه و گفت این شعار شامل اصل اساسی حیوانگریه هر کسی اونو کامل درک کنه از شعر نفوذ انسان مسونه پرندگان ابتدا اعتراض کردن چون خود اونا هم ظاهرا دو پا داشتن ولی اسنوبال به اونا ثابت کرد که چنین چیزی نیست گفت رو فواب بال پرنده عضویه برای حرکت نه برای فعالیت بنابراین به مصابه پاس دست علامت مشخصه انسان با اون مرتکب تمام اعمال زشتش میشه. پرندگان چیزی از کلمات طول و دراز اسنوبال دستگیرشون نشد ولی توضیحاتش رو پذیرفتن به همه آماده حفظ کردن شعار جدید شدن. چهار پا خوب دو پا بد و بر دیوارهای مزرعه و بالای هفت فرمان با حروفی درشت نوشته شده بود. وقتی اون یاد گرفتن گوسفندان چنان به آن بستگی پیدا کردن که هر وقت در مزرعه استراحت میکردن چهار پا خوب دو پا بد و ساعت ها بعبع میکردن بیان که خسته بشن نافل اون به کمیته های اسنوبال توجه نداشت و میگفت تربیت جوون ها مقدم بر هر کار دیگه ایه که برای بزرگ می واقعاً واقعا کمی پس از برداشت یونجه جسی و بلوبل روی هم نه طوله قبی و سالم زاییدن ناپلئون ها رو به مجرد که از شیر گرفته شدن از مادرشون گرفت و گفت شخصا عهدهدار تعلیم و تربیتشون میشه و اونا رو به بالا ای که فقط به وسیله نردبان به یارخان راه داشت برد و اونا رو در چنان انزوای نگه داشت که سایرین به زودی وجودشون رو فراموش کردند. معمای شیر به زودی حل شد با غذای خوک مخلوط میشد سیپای زودرس داشت میرسید و زمین باغ میوه از های باد زده پوشیده شده بود. حیوانات تصور کرده بودند که طبعا سیپها بین همه به تصابی تقسیم میشه. ولی دستور صادر شد که سیپا جمع وری بشه برای غذای خوک ها به یراخان فرستاده بشه. بعد از حدور دستور تای از حیوانا زمزمه ای سر دادن برای نتیجه ای نداشت. چون همه خوکا حتی اسنوبال و ناپلئون در این امر توافق نظر کامل داشتن و اسکووالر معمول شد که توضیحات لازم را به بقیه بده و با صدای رسو گفت امیدوارم رفقا تصور نکرده باشند که ما خوکها این عمل رو از روی خودپسندی یا به عنوان امتیاز انجام میدیم بسیاری از ما خوک ها از شیر و سیب فاشمون نمیاد و من به شخصه از اونها بدم میاد تنها هدف از خوردن اونا حفظ سلامتیه شیر و سیب شامل مواردیه که برای حفظ سلامتی خوکا کاملا ضروریه. کار ما فکریه. تمام کار تشکیلاتی مزرعه با ماست. ما شب و روز مواظب بهبود بعض همه هستیم. صرفا به خاطر شماست که ما شیر رو می نوشیم و سیب و می خوریم. با لحنی تقریبا مرتمسان فریاد کشید. رفقا به طور حتب کسی بین شما نیست که خواهان بازگشت آقای جونز باشه؟ اگر تنها یک موضوع بود که هیچ حیوانی در اون تردید نداشت عدم تمایل به بازگشت آقای جونز بود وقتی که این موضوع به این شکل بیان شد دیگر جایی حرفی نبود اهمیت حفظ سلامتی خوکا هم روشن و واضح بود بنابراین بدون چون و چرا موافقت شد شیر و سیپای های باد زده منحصرا در اختیار خوکا قرار بگیره